باری نخست او را در این مکان دیدم که با آن همین اسباب موسیقی هنرش را به مردم و راهگذرها نشان میداد و رزقش را از روی راه دریافت میکرد. باز فکر نکنید که از آدمان پول طلب میکرد، نه، او مسرایت مردم هنرش را قدر میکردند و چیپته ها را نه از کسای بزرگ کاخهای کنسرتی بلکه از نزد او دسترس میکردند، زیرا او امکانی در چنین کاخهای بزرگ گذاشتن کنسرت را نداشت. قبول دای داماد نزی پیر مایی فرود نقبول دای داماد. با دیدن او اولین مراتبه خواستیم در بارش برنامه تهیه نماییم، اما انبوه زیادی مخلصان گردش جمع آمده بودند و فرصتی با ایشان صحبت کردن نبود. در اون لحظه ها نمی توانستیم که فراغت شنونده هایش را برباد دهیم، زیرا این کار را از روی آداب ندانستیم. با نبودن وقت تصمیم گرفتیم که فردا به نزدش آییم. آمدیم و او را پیدا نکردیم. از یک چند نفر فروشنده های این دکان ها پرسان شدیم. بسیاری ها می گفتند که او در محله 82 پایتخت است. دیگری می گفت در نزد بازار سخاوت. خلاص به چهار سمت شهر روانمون کردند و ایشان را جستیم. چند مدت بی‌درآمد گشته بود. بعد از یک سال این واقعه نفر پیدا شد و به ما گفت که او کیها باز از دنیا گذشته است. با شنیدن این خبر شوم و گوشنوشینید خیلی مایوس و ناراحت شدیم، اما بعدا فهمیدیم که اخبار داده او یگان واقعیت ندارد. روزی با سفر خدمتی به یکی از ناحیه‌های صنعتی کشور، ناحیه یوم برای تهیه برنامه از روزگار اشخاص نیازمند و بی‌پرستار مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالون و معیوبان آمدیم. آمدیم و به ما عیان گشت که صاحب این صدا و این لحن گوارا در قید حیات است و در این مکان دوران پیری می‌راند. آرزوها عملی گردیدند. با اطراف یک نمایش مصلحت نمودیم و ایشان نهایت خرسند شد. بعد بازگشت دوباره رو جانب ناحیه یوم کردیم تا با وعده خود وفا کنیم. آمدیم و عبدالخالق صوفیوف را سرگرم سرودهای دوست داشته هوادارانش که آن را زیر شعله های آفتاب فصل سرما بهر پیرانسالان و معیوبان این خانه اینترنت می سرایید دریافت کردیم. سرنوشت دردآلود این مرد به گفت خودش به سناریوی فیلم آوره که استحصال فیلم آفران هندو می باشد و در آن هنرمند مشهور این کشور راج کپور نقش آفریده است شباهت دارد. چی گونه؟ برای گونه که من خودم چند بار می خیلی خواری و زوری رو دیدم، چند بار می خیلی چیز کردم، خودم پای بردم. اگر آدم با خودش امون فهمد، اونگر زندگی خود رو زندگی نامه خود رو می شود پای می برد. آباد نهی بر باد نهی وطا می کرتی که پیر نگری دارا آرامو آرامو
سالی 1954 در یکی از اویله های دهقان بدخشی شهر نورک در اویله اکی فوزیل طفل به دنیا می آید که بسیار دوست رویک و زیبا بود. به دنیا آمدن او خورسندی اهل خاندان را حد و کنار نبود. روزها سپری می شدند و این خورسندی از لبان اهل اویله کم و چه خاطر. طفل دوسریک به خبر از همه شیرینی های زندگی به وای می رسید. اما افسوس، صد افسوس که تقدیر روی چشمان این اطفال خط کشیده و ایشان را از پای بصیره محروم کرده بود. این طفل بیگناه و شیرین روی و امید دنیای روشن را دیدن 9 ماه را در بطن مادر سپری کرده به عالم هستی آمد. آمد و دنیای سفید را تاریک و زیباگی های طبیعت و مهر والدین را نه با دو چشم سر بلکه با چشم دل دید. بعدی با وای رسیا مهر موسیقی در قلبم جای گرفت و تصمیم گرفتم که صنعت آوازخوانی و نوازندگی رو از خود کنم. این پیشنهاد ما رو شنیده پدرم نهایت خرسند شد. میگوید او پدرم بسیار هوسمند شد. بالاخره او رو سال 1963 به خونه اینترنت نوبینایان ناحیه حصار برای آموزش و آرزوهایش می آورند. نوازش چندین اسباب موسیقی رو از بر می نماید. اسباب نوازشش رو بس خوردی لطفه. اول دمره انتخاب کردم، خودم بس کردم. بعد پس اون ربابی من تا چکی چکی قشقر میگوید و انا همین رو خودم انتخاب کردم. پس از این غیجک رو خودم انتخاب کردم. اسباب این نیست که من نوختن نتنم کنم. پس از خونه اینترنت نوحیه حصار با بانوی ملت تشروز اویله برپا میکند و بزادگوه شهر نور خب باز این دنیای هستی را پدرود گفتند. زمانی که مهر پدر و مادر را یاد میکنید کدام سرود را زمزمه میکنید؟ من مهر پدر و مادر را یاد میکنم بسیارتر من از همه ظاهر هست. ای خدا ای خدا دوام 10 سال در شهر نورک استقامت کرده بعدن همراه اویلاش برای پیدا کردن برادر اوگایش به ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ می رود و آنجا هم کسی را پیدا نمی کند. مدت زیاد در شهر خاروغ زندگی می کند. در آن زمان او یک جوان با تن و من و قوی اراده و زیبا بود. دختران هرگاهی که او را با این رستن که با سن سال نهایت از او بزرگ بود می دیدند رشک می بردند. چطوره که یکی از مشاهدان همان دور قصه می کند. می خیلی گفتم که ایرای کجا یافتی؟ گفت که امیرا ما وقتش در وعده کردم که من تو را میگیرم. گفتم اری وعده خودم این من گرفتم. ما گفتیم که در بدخشان خیلی زنک نبود که تو هم میگرفتی. هرگاهی که هوادارانش او را همراه این بانو در رسته و خیابان های شهر دوشنبه میدیدند گمان میکردند که این زن مادر اوست.
زیرا در باره زندگی نامه پسپردگی عبدالخالق صفیف مخلصانش معلومات نداشتند. اولین بار اکای عبدالخالق را سال 1984 در مرکز سودای شهر خوراق تجربه آموزی کردم. امونجا اکای عبدالخالق من شناختم. یکم بار دیدم همین خیلی جوان بزیب زیبا بود که اما دخترها در حیرت موندن ده. اون وقت رو موندن فهم نمیفهمیدم که این سراینده های همین خیلی میفهمیدم که من میفهمیدم که مخلص احمد زایر های بعد در خروج زندگی میکرد بعد فهمیدم که این سراینده بوده این همین خیلی استعداد وای داشت. 15 سال قبل از این ما با عبدالخالق صفیف شناسایی پیدا کردیم. شناسایی اولی ما چونین بود، ما با همراهان رفیقانمون برای خریداری نمودن ماشین به بازار گیپرزه شهر دوشنبه رفتیم و تصادفانه در آنجا با اکای عبدالخالق با خوردیم که او همون زمان با اکاردیون خورد با همسرش در بازار گیپرزه صورتخوانی میکردن و اولین مرتبه شنیدم که یک با چونین یک احساسات بلند با چونین یک ذکاوت صورتخوانی و استعداد خداوندی سروده های احمد زایی رو پاکیزه و با تمام احساسات میخوند. ممکن که با قدری 2-3 ساعت در نزد راست استاده سروده های رو گوش میکردم و فراموش کردم که ما با مقصد ماشین خری اومدگی بودیم. از همون دوره این جونه 15 سال گذشته باشد هم هر هفته تا دمی که او رو من در همین مؤسسه ندیدم هر هفته برای خریداری نمودن ماشین کسی که نمیرفت البته اون وقتا همه شرایط امکانیت نداشت که هر روز یا هر هفته برای دیدن آقای عبدالخالق با مبلغ خود خسته رود و کسی که روانه میشد از همسایه ها رفیقان دوستان ما تاکید میکردم که آقای ها جو داشته باشید مرحمت التماس ما رو هم گیرید محض برای شنیدن سروده های آقای عبدالخالق میرفتم. همین طریق اوراگرده او سر میشود. یک زمان در راستای خیابان های پایتخت هنرش رو پیشکش مردم میکرد و پیش که هر روزش را دریافت. بعدن یک مدت دیگر به جا و به مکان میموند و همراه با اویلاش به خانه اینترنت به پرستاران شهر ترسونزاده رفته زندگی میکند. با مرور زمان روزی از روزها به خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان میآید. طوری که یکی از مخلصان اشدی او که عین حال سروری این خانه اینترنت را به عهده دارد میگوید. روزی از روزها اومد از در همین دروازه مؤسسه ما گذشتند با همراهی لوبا وسیلیونا همسرش و تصادفاً اون رو دیده در حیرت موندم. ممکن گفتم آقای عبدالخالق کسی رو برای خبرگیری آماده باشد یا با کسی کمک آورده باشد یا کسی از خویشاوندان او در اینجا میزیسته باشد. همون دوره من وظیفه دایرکتور مؤسسه رو اجرا میکردم تو و تو این جانب و پرسان شدم آقای عبدالخالق السلام علیکم با چی مقصد ها به مؤسسه ما شما تشریف آوردید؟ گفتند که من روخاتی من از اگنتی شما روخاتی من و روخاتی همسرم لوبا وسیلیونا التماس ما رو اگر خواهش داشته باشید قبول کنید. من اشکو از چشم میره چون که چنین یک شخصی که استعداد بلند خداوندی دارد و در این دور در عین پیری گویم هم خطا نمیکنیم چون که اون دور 54 سال عمر داشت و معیوب گروه یکم که از کودکی از چشم نابینا بود. زندگی عبدالخالق صفیف پر از راز و اسرار است. او می سراید با سبک هنرمند شرق احمد ظهیر. او را نه تنها مخلصانش از تاجیکستان حتی از کشوری همسایه دوست و به ما برادر افغانستان هم به این مکان به عیادتش می آیند. اگرچه در این خانه اینترنت دوران پیری می راند او تنها نیست. گفتن به مورد است که دست پیری را گرفتن قرض امروزی من است تا که فردا دستگیر خیش را پیدا کنم. آن هواداران آقای عبدالخالق همه خیش تبرو هستند. ما نیز در قطار آن هستیم. ماری انگشتر نقرگی رو به من نده، عشق محبت رو هم
نگیر. از من نگیر. از من نگیر. بینو با گفته خود او مخلصان افغانش میخوان یک کنسرت در جمهوری اسلامی افغانستان بخشیده به یادبود هنرمند شرق احمد زایر برپا نمایند و عبدالخالق صفیف در آنجا هنرنمایی کند. سر اول افغانی را انتخاب کردم. در اون وقت حفیظ الله خیال هنرمند مشهور افغانستان بود. اما وقت حفیظ الله خیال بود. بعد انتخاب کردم آهنگی زلان گفتنی بود، یک هنرمند دیگر بود، حالا در خط حیات نیست. از خیال سر کردم و تو زلان آمدم. از آن جمله من به تو مرگر ای پری رو بر سر ما زندگی، بعد از این عالم نمیخواهم به دنیا زندگی، این سروی زلان بود. بعد از زلان سر کردم سالوی وقتی که در پیشره دام انوالید میگفت، خانه انوالیدان میگفتن، در اون وقتی بودم که رادیو خبر را کشدم، در اون من جا اما زاید بود. در اون وقت یک سرود داشت یورکی من گفتنی بود، دوی سرود داشت بود تو گلی نازی همه. از همین دو سرود سر کردم، سر کردم، انتخاب کردم. بعد رسیدم با انمین تنها تویی و هم اقصه کتاب بسار و هنگوی وای روی هر دوی رو انتخاب کردم. وقتی که سرود میخونید از جانب هواداران، از جانب مخلصان یک سخن خوب میشنوید، قبول گرم میشنوید، خود چگونه احساس میکنید؟ خدا بسیار بردم احساس میکنم، گرچند که من وقتی فشاری بلند داشتم فشارم پس میشود، من اونو بینایم رو کم حس میکنم، همچون کم حس میکنم. زمانی که عبدالخالق صوفیف در خیابان‌های شهر دوشنبه ناله قلب پر از روز و دردش را با سوز و گداز و با سرود و موسیقی پیشکش هوادارانش می‌گردانید، یکی از ژورنالیستان معروف صدرالدین شمسی‌دینوف که عین حال دایرکتور اگنتی اطلاعاتی ملی خواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را به ذمه دارد، ضمن تهیه یک گزارش باری با ایشان در خیابان مرکزی پایتخت وا می‌خورد. آن زمان صدرالدین شمسی‌دینوف در رادیوی تاجیکستان فعالیت می‌کرد. از میان ژورنالیستان وسایت اخبار عامه و خصوص تلویزیون و رادیو اولین نفر است که درباره عبدالخالق صوفیف گزارش تهیه و منظور سومیان گردانیده است. تفصیلات موضوع خود او چنین شرح می‌دهد:
سال 1993 این فصل تیر ماه بود، مردم یک حالتی روح‌افتادگی، ناامیدی و ترس و وهم در جامعه خیلی زیاد بود و ما گزارش‌های پیشنهاد می‌کردیم که باید جامعه را دلگرم‌تر سازد. و وقتی که برای تهیه گزارش به کوچه برآمدیم، اگر مثلا همین شب و روزا اگر تصور کنیم که به شهر از حساب خارج شدن و وارد شدن ماشین‌های زیاد اگر 100-200 هزار نقلیات باشد در پایتخت این شب و روز، همون شب و روز در سال 1993 این انگوش شمار بود. شاید چند ماشین در کوچه های مرکزی حرکت میکرد و آدمان هم خیلی کم به نظر میرسید و دیدم که در کوچه رودکی در نزدیک درآمدگاه باغ امروزه رودکی همین موی سفید با یک لحن زیبا سرود میخوند، از بلبل شرق، از احمد ظهیر خیلی زیبا سرود میخوند و مردم اطرافشان جمع شده بودند و ما همین گزارش رو وقتی که پیشنهاد کردیم در برنامه پیام روز، فکر میکنم که شماره شنوندگان خیلی زیاد شد و با ما زنگ میزدند. همون شب و روز با رادیو تاجیکستان میامدند و میپرسیدند که این سراینده کی است و درباره زیادتر دانستن میخواستند و ما تکرار به تکرار چند مرتبه همین گزارش رو در برنامه پیام روز پیشنهاد کردیم. از دلگرمی همین موی سفید هم فکر میکنم که همون روزها در قلب مردم باز یک دلگرمی است دیگر افزون میشد که بینید همین موی سفید روح افتاده نیست. او باوری دارد که همین جامعه تاجیکستان فردای نیک دارد و با یک دلگرمی سرود میخواند. او با مردم یک صحبت های جالب هم میکرد و با یک نمونه های گوناگونی اسباب های موسیقی سرود میخواند و مردم زیادی اطراف او جمع آمدند و در چند فیلمی که نقش آفرید واقعا خیلی طبیعی و صمیمی همین نقش ها برآمده است و باعث اعتراف همین فیلم ها گردید. نقش عبدالخالق صوفیوف. امروز هنرمند یافت نمی شود که سرودهای اندلیب شهر احمد ظهیر را نسرایده باشد، اما با گمان من کسی به مثل عبدالخالق صوفیوف نمی تواند دلنشین و خاطرمان سراید. با وجود آن که هنرمندان استراد امروزه با تمام اسباب های برقی طریق ثبت پیشگی استودیو می سرایند، اما عبدالخالق باشد زنده تنها با یک اسباب، آن هم زیبا و روان و مفتون کننده گوش و هوش شنونده اش است. خود یکی عبدالخالق به نهایت خرسند است. امین است که سال گذشته با تشبث سابق مدیر شعبه فرهنگ ناحیه یوان، شب اجادی عبدالخالق صوفیوف در قصر فرهنگ ناحیه نامبرده با اشتراک مخلصان سرشمارش گذرانیده شد که پارچه از آن لحظه ها را منظور شما میگردانیم.
هواداران او را باز هم متحد کرد و آنها اون نفرانی که نمیدونستند که احمد زایر یا که اکای عبدالخالق اون را با تخلص احمد زایر هم نام میگیرند، لیکن اکای عبدالخالق بعضی از اون نفران نمیشناختند. همون دوره بعد از شام برآمد اکای عبدالخالق در شام ایجادی خود، تمام هواداران بار دیگر از هنر بالای وی شناس شدند، همه روزه برای خبرگیری به نزد اکای عبدالخالق می آمدند. از عبدالخالق صوفیف یک آلبوم در حجم زیاده از 10 سرود امروز دسترسی هوادارانش می باشد. آن با تشبوش یک صاحبکاری تاجیکی در فدراسیه روسیه کار و فعالیت می کند عملی گردیده است. غلام شاگون می گفت می گویند همون کس مرا به بدخشان دعوت کرد، در اونجا مرا صف کردند. اگر دنیای هستی را به مثل برف تصویر کنیم، در آن اشخاصی فاضل و نیک می آیند و نقش ایز خود را می گذارند و می روند. اگر آن نقش عمل، علم یا کار خیر باشد، هیچگاه از روی آن سفیدی دور نخواهد شد. نقش صدای او در قلب ها، در گوش ها دائم صدا می دهد و باقی خواهد ماند. اگرچه از او فرزندی به دنیا نامده است، مخلصانش فرزندان ایشانند. اگرچه خیش و اقربا به عیادتش نمی آیند، کل مخلصان خود و مخلصان احمد ظاهر خیش و اقربای عبدالخالق هم. در این دنیای پرجوش و پرافشان هنر، هنر اصیل آوازخانیش نشان از اوست. با امید تنسیحتی و ارزوهای نجیب عبدالخالق صوفیف و زیر صدای جادوگری او که دلها را به سوی خود گرم و مائل میکند، گروه ایجادی و نواربرداری ما راه ما را به سوی دوشنبه ادامه دهید. برگی خوشگم از درخت آرزو افتادم، برگی خوشگم از درخت.